سلام و شبتان بخیر، به محور امشب خوش آمدید. ستوده فروتن، دانش آموز 15 ساله در هرات که در فهرست 25 زن اثرگذار سال 2021 در جهان قرار گرفته است، خواهان بازگشایی مکتب ها و دانشگاه های کشور برای دختران است. او میگوید که بسته ماندن مراکز آموزشی به روی دختران شمار زیادی از دختران افغان را به بیماری های روانی مبتلا ساخته است. ستوده فروتن نزدیک به یک ماه پیش در یک مراسم کلان با حضور مقام های محلی امارت اسلامی در هرات در یک سخنرانی پرشور از بسته ماندن مکتب های دخترانه در کشور انتقاد کرد. از بحر گلگونه سخن گفتنش بر رویش گل می ریزند و مبارک باد می گویند. به نمایندگی از تمام دختران حریوا زمینه، دختران خواجه انصار. از سخنرانی کوتاه و پرشور تا مبدل شدن به یک چهره جهانی، از اونا میخوایم پیامی که در دل همگی ما هست. ستوده فروتن 15 ساله که دانش آموز صنف دهم در شهر هرات است، به تازگی در میان 25 زن اثرگذار جهان در سال 2021 روزنامه فاینانشال تایمز لندن قرار گرفته است. ستوده از بحر انتقاد از مسدود ماندن مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران افغان به یک چهره جهانی مبدل شده است. مبارزه دختران قوی افغانستان، مبارزه ما که از سالیان پیش افراد متعدد مبارزه کردن و امروز این مبارزه ها جواب داد. ستوده از جامعه جهانی و امارت اسلامی می خواهد که زمینه رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه ها را فراهم سازند. از جامعه جهانی همیره می خواهیم که لطفاً به معارف افغانستان توجه بکنن تا که بتونه افغانستان رو به پیش رفره. از نظر من یک مکتب خوب میتونه یک جامعه خوب تربیه بکنه. پدر ستوده به این باور است که اگر به دختران افغان فرصت داده شود، همه آنان همانند ستوده توانایی دارند و می توانند افغانستان را به شکوفایی برسانند. و من یقین دارم که به مثل ستوده، ستوده های در این کشور هسته که اگر برای از او هم فرصت داده شه میتونه صدای خود بالا کنه. ستوده در فهرست زنان اثرگذار سال 2021 روزنامه فاینانشال تایمز در کنار نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، رئیس سازمان تجارت جهانی، رئیس جمهور تایوان و شماری از چهره های مشهور سینما، فعالان حقوق بشر و دنیای اقتصاد قرار گرفته است. در همین رابطه خود ستوده فروتن، دانش آموزی که در جمع 25 زن تاثیرگذار جهان از سوی فاینانشال تایمز لندن اعلام شد، با ما همراه هستند. بانو فروتن، سلام بر شما، وقتتان بخیر، به برنامه ما خوش آمدین، مبارک باشه. سلام، وقت شما هم بخیر. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت خود در اختیار ما گذاشتین. این موفقیت را برای شما هم تبریک میگم. تشکر. سلامت زنده باشین. در این سن خورد این همه استعداد از کجا میه؟ این همه استعداد، این همه سخن ها، همه دردهای جامعه هست. دردهایی است که من نتونستم تحمل بکنم، دردهایی است که باید یکی فریاد میزد و صدا بلند میکرد و من بالاخره باید صدای دختران افغانستان میشدم و این از همونجا سرچشمه میگیره. بانو ستوده فروتن، آیا غافلگیر شدین؟ بله، هرگز فکر از این نمی کردم که روزی به این مقام برسم. اینکه این سخنرانی که فی البدایه بود و بدون هیچ اصول آداب و بدون هیچ آمادگی قبلی گفته شده بود، فکر نمی کردم که خارج از مرزها بره و من بتونم این موفقیت بزرگ و این مقام بزرگ رو به دست بیارم. چطور خبر شدین؟ یکی از دوستای ما از یک رسانه دیگه به تماس شدن همراه من و گفتن که تبریک باشه، ولی من دقیق نمیفهمیدم که به خاطر چی تبریکی را میگن. و وقتی که لینک برای من فرستادن و من چک کردم که بله، من به این مقام بزرگ مفتخر شدم. لحظه که خبر شدین و از این موفقیت بزرگ، چه حسی داشتین؟ چه فکر میکردین همون لحظه؟ قطعا این یک احساس وصف‌ناپذیری است و این خوشحالی بزرگی است برای من و یک افتخار بزرگی است برای مردم افغانستان و برای زنان مبارز افغانستان. این ای را ثابت میکنه که مبارزه ما جواب داد
و چیزی که ما به خاطر از سالها جنگیدیم بالاخره این جواب داد و جهانیان به حرف ما گوش دادن. بانو فروتن، بیایم برگردیم یک ماه پیش که شما سخنرانی کردین. مسئله سخنرانی که در مقابل مقامات حکومت شما داشتین از کجا شد؟ چطور تصمیم گرفتین که این سخنرانی را داشته باشین؟ طوری که قرار بودی محفلی از تجلیل از میلاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه که به همکاری ریاست اطلاعات فرهنگ هرات و مکتب ما بود که در ارگ هرات برگزار میشد. زمانی که از من دعوت شد در این محفل فقط قرار بود که یک دکلمه داشته باشم و من تصمیم گرفتم وقتی که دیدم فضا مهیاست و زمینه صحبت هم هست و سران طالبان هم در روجه هستن، این خواست خود را بیان بکنم و من فعل بدایه همون لحظه تصمیم گرفتم که این حرف را بزنم. در فضایی که به شما سخنرانی داشتین، آیا در همون جا مثل ای که حالا استقبال میشه، دست به دست میشه در شبکه های اجتماعی و جهان متوجه شده، آیا در اونجا که سخنرانی داشتین استقبال شد؟ بله، بسیاری از زنانی که در همون جمع حضور داشتن به پا خیستن و تشویق میکردن. این در همون لحظه بزرگترین دلگرمی برای من بود. بله، این جمعی از زنان با تو در کنار تو هستن و تو را رها نمی کنن. این همون سرآغاز از این بود که من فهمیدم زنان افغانستان با دعاهایشان با حمایتهایشان پشت سر من هستن و از من حمایت می کنن. مقامات حکومت محلی هرات چطور، آیا استقبال کردن، تحسین کردن شما؟ بعد از اینکه من صحبت کردم و سخنرانی من تمام شد و جایگاه گرفتم، یکی از سران طالبان سخنرانی داشتن و الفاظ من به شدیدترین الفاظ تکذیب کردن و رد کردن و فکر میکنن که این مفکوره خارجی ها است و اونها این را در ذهن من نهادی نکردم. نه خیر، این نبود، این فقط یک صحبت یک گپی بود که در دل تمام دختران افغانستان بود و باید گفته میشد. فکرش را میکردین که این سخنرانی قدر تاثیرگذار باشه؟ هرگز فکر از این را نمیکردم که این سخنرانی شاید تا از مرزها عبور بکنه و به صدای مرا جهانیان بشنوند و به حرف ما هم عمل بشه. هرگز این فکر را نمیکردم و خوشحال هستم که به این حرف عمل شد و بالاخره صدای ما را شنیدن. بیایم در مورد وضعیت جاری صحبت کنیم، در مورد زنان صحبت کنیم که امروز در واقع دغدغه اصلی هم در داخل شده هم در بیرون شده. خب حکومت هم وعده های داده، چرا از نظر خودتان حضور و فعالیت زنان در جامعه افغانستان مهم است؟ از نظر من هر رژیمی که بر افغانستان حاکم شد قشر آسیب‌پذیر جامعه زنان بودن. همیشه زنان مورد خشونت قرار گرفتن، همیشه زنان بودن که قربانی جنگ ها بودن. چرا باید زنان قهرمان افغانستان قربانی این جنگ ها بشن؟ از نظر من این بسیار زیاد مهم است که زنان تحصیل بکنن و بتونن حقوق خود را بگیرن، چون زمانی که تحصیل بکنن از حقوق خود آگاهی پیدا بکنن جامعه میتونه رو به پیشرفت بره. طبقه که من همیشه میگم زنان نیمی از پیکر از جامعه هستن و اگر این قشر از جامعه به خانه بشینه کار نکنه فعالیت نکنه جامعه هرگز رو به پیشرفت نمیره. یک زن از دید شما چه تأثیر میتونه در جامعه داشته باشه، در خانواده داشته باشه؟ اصلا وجود یک زن چگونه است از دید شما؟ زن باسواد امروز، یک زنی که تحصیل کرده باشه، مکتب خوانده باشه، دانشگاه رفته باشه، قطعا یک فرزند خوبی ره به جامعه تقدیم میکنه، فرزند باسوادی ره تقدیم میکنه، همه فرزندی ره تربیه میکنه که فردا زعامت کشور خود رو به دست میگیره. این زن هست که میتونه یک قهرمان ره تربیه بکنه و این زن هست که میتونه یک آدم بد ره همچنین تربیه بکنه. این همین زن هست که میتونه یک جامعه ره دگرگون بسازه. خب بگمگوهای زیادی در قسمت در مورد زنها در یه آخر وجود داره، اما خب حکومت گفتم همانطور که وعده های داده، دید حکومت کنونی را چطور میبینین در مورد زنان؟
نظر به گپی که نظر به مو اعلامیه که خودشان پخش کردن که در مورد حق میراث و حق ازدواج زنان صحبت کردن، ولی در مورد تحصیل زنان چیزی نگفتن که آیا اجازه کار میدهن یا نه. من فکر میکنم که اگر که در مکاتب و در دانشگاه را باز بکنن و زمینه کار برای زنان فراهم بکنن و زمینه از این فراهم بکنن که اونا از حقوق خود خود آگاهی پیدا بکنن، قطعا تمام مشکلات حل خواهد شد. تمام مشکلات حل خواهد شد و انشالله که ما رو به پیشرفت بینیم. میشه بگوین که آرزویتان چی است؟ آرزوی ما برای مردم افغانستان این هست که ما بدین درک برسیم که زنان نیمی از پیکر جامعه هستن، باید در جامعه حضور داشته باشن و به عنوان نیمی از پیکر جامعه فعالیت بکنن. اینکه ما بدین درک برسیم که ما ضعیف نیستیم، ما نیاز به یک دیگه نداریم که دست ما رو بگیره و بلند بکنه. اگر ملت افغانستان متحد بشه و به خاطر خواسته های خود و به خاطر حقوق خود خود بجنگه، هیچ چیزی بانی از این نمیشه که اونا برای خود خود ادامه بدن و هیچ کسی نمیتونه اونا رو شکست بده. ما امیدوار هستم که ما با همدیگه متحد باشیم و به خاطر حقوق خود خود بجنگیم و پشتیبانه همدیگر باشیم و امیدوار هستم که هیچ وقت ما امید خود را از دست نده، هیچگاه نباید تسلیم شد. در مورد حق آموزش چطور میبینین و از دید شما آموزش یعنی چی؟ از نظر من آموزش یعنی وقتی که ما به این درک برسیم که هر کس در این جامعه حقوقی داره و باید حقوقش رعایت بشه، هیچگاه هیچ انسان را ضعیف فکر نکنید. از نظر قومی، ملیت، رنگ، پوست، نژاد، اینها را همگی کنار بگذاریم، حرفای کلیشه‌ای و اشتباه را کنار بگذاریم، تابوها را بشکنانن، زنجیرها را بشکنانن. ما زمانی میتونیم جامعه ما رو به پیش رفت که یک مکتب خوب داشته باشیم. یک مکتب خوب میتونه افراد خوبی رو برای جامعه تقدیم بکنه. مکتب خوب میتونه افرادی رو به جامعه تقدیم بکنه که این تابوها رو بشکنانن، دیگه به موضوعات تبعیض قومی یا موضوعات بسیار زیادی که ما در افغانستان رنج میبریم ازش، به اینها دیگه اهمیت نده. افراد تحصیل کرده به اینها میگن، افرادی که در بین از لحاظ قومیت، از لحاظ رنگ، نژاد، در بین جامعه خود رو هیچ تبعیض قائل نمیشن. پیشنهادتان به حکومت کنونی چی است؟ من ازشان درخواست میکنم، اگر این پیشنهاد فکر میکنن یا درخواست فکر میکنن یا هر چیز دیگه، من ازشان میخوایم که لطفا در مکاتب و در دانشگاه ها رو بر روی زنان باز بکنن و زمانی که کار میکنن زمینه کار برای زنان فراهم بکنن. زنان اگر به خانه بشینن نیمی از پیکر جامعه شما ناقص هست. اگر میخواین که افغانستان ما رو به پیشرفت بره، اگر واقعا میخواین که افغانستان رو به آبادانی بره و ما یک جامعه پیشرفته و فرهنگی داشته باشیم، لطفا زمینه کار برای زنان فراهم بزنید، در دانشگاه رو به روی زنان باز بگذارید تا زنان بتونن پیشرفت بکنن و جامعه شما هم بتونه پیشرفت بکنه. بانو ستوده، پیام شما مشخصا برای همقطاران شما، کسانی که خب بانوان هستن، دانش آموزا هستن، چی است؟ این رو میخوایم برای از و عزیزان بگم که ما هرگز تسلیم نشدیم و نمیشیم. ما زنان قهرمان افغانستان هستیم تایی که سالها افراد زیادی به خاطر حق و حقوق خود و زنان قهرمان افغانستان جنگیدن و ثبت تاریخ شدن. ما هم امروز به خاطر حقوق خود می جنگیم. هیچ گاه نترسیم، از هیچ مشکل نترسیم. حتی اگر قدم های ما بسیار کوچکم باشه، یک گوشه از این وطن خواهد گرفت، یک قدم رو به آبادانی و پیشرفت ما میره. پس هیچگاه نباید ترسید. ترس فقط در ذهن ماست، این در دنیای واقعی چنین چیزی نیست. پس من باید برای شما بگم که هرگز تسلیم نشین. هرگز، وقتی من میگم هرگز تسلیم نشین، این فقط یک گپ نیست، باید در عمل ثابت کنیم که زنان افغانستان هیچگاه تسلیم نشدن و نخواهند شد. چون یک روزنامه خارجی به نام فاینانشال تایمز لندن شما را به عنوان
خب در جمع 25 زن تاثیرگذار جهان قرار داده. خب جامعه جهانی هم در این اواخر از مسائل حقوق بشری و مخصوصا در مورد زنا صحبت میکنن. خواست شما از اونا چی است؟ از جامعه جهانی میخوایم که لطفاً به معارف افغانستان توجه کنند. در این ته جنگ هایی که بود بسیاری از مکاتب ویران شد و حتی شاگردای ما بدون کتاب درس میخونه و وضعیت روحی شاگردان ما چنان خوب نیست. از جامعه جهانی میخوایم که لطفاً بار دیگر به معارف افغانستان توجه بکنند. در رسته یزی که مکاتب بار دیگر بسازیم، برای معارف افغانستان یک نظام جدید و یک نظام مفید بیارن برای جامعه که بتونه ما پیشرفت کنه. بسیار زیاد تشکر از حضورتان بانو ستوده فروتن، خوش آمدیم به برنامه ما. خیلی تشکر، تشکر از اینکه وقت خود دختر ما گذاشتید. زنده باشید. ادامه محور، فرمان تازه رهبر امارات اسلامی درباره حق رضایت دختران هنگام ازدواج و حق میراث آنان واکنش های را برانگیخته است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان فرمان تازه رهبر امارات اسلامی درباره حقوق زنان را می ستاید. توماس وست هرچند از فرمان طالبان درباره حق ازدواج و میراث زنان استقبال می کند، اما تاکید می ورزد که برای تضمین حقوق زنان در بخش های گوناگون به شمول حق آموزش، تحصیل، کار، مشارکت در سیاست و آزادی بیان باید بیشتر کار شود. مونسه مبارز هرچند از فرمان تازه رهبر امارت اسلامی درباره برخی از حقوق زنان پشتیبانی میکند، اما میگوید که این یک بخش کوچکی از حقوق زنان در افغانستان است که با آن پرداخته شده است. نصفی از پیکر جامعه بی سواد، محروم و در تاریکی باقی بمانه، چگونه با بحث بد دادن میشه مبارزه کرد؟ شیزر که قرار بود امسال نخستین سال تحصیلیش را در دانشگاه آغاز کند، اما تا اکنون نتوانسته به علت مسدود بودن دانشگاه ها این کار را انجام بدهد. با تحولاتی که در کشور رخ داد، این پروسه متوقف شد و ما و هزاران دختر دیگه که این رویایشون بود که به دانشگاه قدم بگذارن، خانه نشین شدن، در خانه ماندن. همزمان هرچند نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان فرمان مولوی هبت الله را می ستاید، اما آن را بسنده ندانسته و تاکید ورزیده که برای تضمین حقوق زنان در همه بخش های جامعه به شمول حق آموزش، حق کار، آزادی بیان و سهم زنان در بخش های سیاسی و اجتماعی باید کارهای بیشتری انجام شود. دیدبان جهانی حقوق بشر هم در این باره دیدگاه مشابهی دارد. آنان به زنان همچون مردمان عام نمی بینند که حق آموزش، حق کار و حق سهم بودن در مسائل سیاسی را داشته باشند و به آنان اجازه نمی دهند که در جامعه سهم داشته باشند و صدایشان را بلند کنند. برخی از بانوان هم در گرد همایی های جداگانه خواهان تامین عدالت اجتماعی در برابرشان هستند. آنان می گویند شغلشان را از دست دادند و باید دوباره زمینه فعالیت در اجتماع را داشته باشند. ما زن 20 سال پیش نیستیم و همه زنان امروز زنهای تحصیل کرده است. امارت اسلامی همواره تاکید ورزیده که متحد بر رعایت حقوق بانوان بر بنیاد شریعت اسلامی است. روز گذشته هم در فرمان مولوی هبت الله آخوندزاده گفته که زن مال نه بلکه انسان آزاد و اصیل است. رئیس جمهور فرانسه میگوید که شماری از کشورهای اروپایی روی بازگشایی یک نمایندگی مشترک در افغانستان کار میکنند. امانوئل مکرون میافزاید که این نمایندگی به سفیران شماری از کشورهای اروپایی این را ممکن میسازد که به افغانستان بازگردند. در همین حال کابل از این تصمیم استقبال میکند. پس از نزدیک به 4 ماه از ایجاد حکومت تازه در افغانستان، ظاهراً علاقمندی کشورهای جهان بر تعامل و ایجاد روابط دیپلماتیک با افغانستان بیشتر می شود. چنانچه رئیس جمهور فرانسه از رایزنی ها بر بازگشای یک نمایندگی مشترک شماری از کشورهای اروپایی در افغانستان سخن می زند. ما به سازمان میان چند کشور اروپایی فکر می کنیم، یعنی یک جای مشترک برای چندین دولت اروپایی که به سفیران ما این را ممکن می سازد که در آن حضور داشته باشند. بگذارید روشن بسازم که این کار از گفتگوهای سیاسی و به رسمیت شناختن طالبان متفاوت است. از تمام کشورها خواهانی عزیزم که نمایندگی های خود را و روابط دیپلماتیک خود را تقویت ببخشه و با افغان ها در این عرصه همکاری خود را داشته باشند. هرچند تا هنوز بیش از 10 کشور به شمول روسیه و ایران نمایندگی هایشان در کابل باز هستند، اما تا هنوز
هیچ کشور حکومت تازه را به رسمیت نشناخته است. با این حال وزارت خارجه به این باور است که مسئله به رسمیت شناختن امارت اسلامی به زمان بیشتر نیاز دارد. به نام تروریست 20 سال با طالبا جنگیدن. اینا با یک مشکل با مردم خود مواجه هستن. اینا هم نیاز دارن به وقت که مردم خود قناعت بدن. حکومت های غربی اروپایی اونا نیاز دارن که به مردم خود قناعت بده که ما جنگی را که به افغانستان کردیم زیر اینی عنوان اشتباه بوده. امارت اسلامی از طریق یک تعامل مثبت روابط خود با جامعه جهانی باید بسازد. از سوی هم کای آید سفیر پیشین سازمان ملل برای افغانستان گفته که جامعه جهانی باید بیشتر از هر زمان دیگر با طالبان تعامل داشته باشد، زیرا به باور او عدم تعامل با طالبان بیشتر مردم افغانستان را متاثر خواهد ساخت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنیم با آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه با ما وصل هستند. آقای صمد سلام بر شما، وقتتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. تشکر، سلام بر شما بینندگان عزیز و هموطنان نهایت گرامی. آقای صمد، رئیس جمهور فرانسه میگه که شماری از کشورهای اروپایی روی بازگشایی یک نمایندگی مشترک در افغانستان کار میکنن. انطباع شما از این موضوع چی است؟ یک اقدام و قدم جدید است البته از طرف جامعه بین‌المللی بالخصوص اروپایی ها. ای که آیا ای در چوکات اتحادیه اروپا صورت میگیره یا صرفا چند کشور اروپایی در قسمت با هم مشوره دارن معلوم نیست هنوز، ولی چیزی را که آقای مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته البته یک پیشینه کوچک هم دارد. چند روز قبل اتحادیه اروپا اعلام داشت که در افغانستان قرار است یک دفتر اماهنگی کمک های بشری باز شود از طرفشان. امکان داره که او اقدام جداگانه باشه. قسمی گفتم تا حال هنوز واضح نیست که پیشنهاد و نظری که رئیس جمهور فرانسه ارائه داشته شکل جدید به خود میگیره یا این که امو مفکوری اول است که حالا در یک چوکات دیگه با یک اندازه کارها و فعالیت های دیپلماتیک هم توهم با کارهای دیپلماتیک صورت خواهد گرفت. آقای صمد، در یک قسمتی از سخنرانیش خب رئیس جمهور فرانسه میگه که بگذارید روشن بسازم که این کار از گفتگوهای سیاسی و به رسمیت شناختن طالبان متفاوت است. همین به چه معناست؟ معنی ایست که امو نظر مشترک و واحدی را که غربی ها در مجموع امریکا با اروپایی ها و بعضی کشورهای دیگر بالایش توافق کردن که از شناسایی رسمی یعنی شناسایی دیپلماتیک و سیاسی فعلا امتناع می‌ورزند، این موضوع پابرجاست. یعنی که هر نوع صحبت و مشوره و تبادل نظر با طالبان در یک چوکات جداگانه سیاسی صورت می‌گیره که بالاخره یا منتج به این میشه که شناسایی دیپلماتیک و سیاسی صورت بگیره یا نگیره. فعلا جامعه بین‌المللی و بالخصوص کشورهای غربی همین موقف قبلی را اتخاذ کردند و پابرجاست که از شناخت دیپلماتیک امتناع می‌ورزند. در پالوش قضایای دیگه مربوط به موضوعات کمک رسانی به افغانستان بالخصوص بحران بشری که در جریان است، موضوعات خروج باز اتباعی هم افغان و غیر افغان از افغانستان که هنوز هم برای بعضی کشورها یک چالش است و موضوعات متفرقه دیگه که حتی امکان داره که موضوعات کنسولی را در بر بگیره. اینا فعلا به فکر میکنم که یکی از اهداف فعالیت های کشورهای غربی را احتوا میکنه. روی این که تفاوت دیدگاه ها چی است در ادامه از شما میپرسم آقای صمد، اما حکومت کنونی از این حرکت استقبال کرده، امارت اسلامی در واقع استقبال کرده از این، چقدر برای امارت اسلامی این موضوع اهمیت داره؟ یک و دوم چه کمک میکنه؟ یقینا بدون شک که برای امارت اسلامی در کابل این موضوع عایز اهمیت خاص است. امارت اسلامی در تمام دید و بازدیدهای خود بلخصوص از طریق محور قطر و دوحه و گاه گاهی در دیگر پایتخت های جهان از کشورهای
دوست و یا کشورهایی را که در افغانستان سهمی داشتند، فعالیت داشتند در گذشته، خواسته تا نظام جدید و اداره جدید به رسمیت بشناسند. یکی از اهداف اولیه از این نظام فعلی افغانستان است. جامعه بین المللی به مقابل البته شرایط را پیشکش کرده که دربارش صحبت های زیاد شده و در گذشته هم این موضوعات تکرار شده که امو یک سه چهار رکن عمده است مربوط به تشکیل یک حکومت وسیع القاعده که نمایندگی از اقشار مختلف مردم بکنه، موضوعات مربوط به حقوق بشر و حقوق زن بالخصوص و دسترسی دختران و خانما به کار و به تعلیم و تربیت و تحصیل. اینا موضوعات عمده هستند، شرایط عمده هستند که از طرف جامعه بین المللی پیشکش شده و طالبان در این قسمت انعطاف پذیری کمی از خود نشان دادن تا به حال. و معلوم میشه که این موضوعات همیش به یک نوع چانه زنی های سیاسی مبدل شده که معلوم نیست که به مرور زمان بالاخره چطور این موضوعات رای حل پیدا میکنه. آقای صمد، همونطور که شما اشاره داشتین در مورد دوحه که حالا امارات اسلامی هم به سخنگویان گفتن که با شماری از کشورها در واقع در حدود 16 کشور با نمایندگانشان در دوحه دیدار داشتن و صحبت کردن روی موضوعات، آمریکایی ها هم برگشتن به دوحه و دور دوم گفتگوها را آغاز کردن. تفاوت دیدگاه ها را میان اتحادیه اروپا و آمریکا در چه چیز میبینین؟ آقای صمد خیلی معذرت، اگر موافق باشین بحث خود را ادامه بدیم، میان برنامه کوتاه داریم برمیگردیم. به ادامه محور خوش آمدید. آقای صمد بفرمایید. بله تشکر. ببینید، بعد از فروپاشی 15 آگست که به نظر من یک نوع کودتای ارگ در برابر مردم افغانستان و جامعه بین المللی بود، وجوه مشترک البته در بین امریکایی ها و اروپایی ها و در مجموع در جامعه بین المللی در ارتباط با افغانستان پیدا شده و وجود داره با تفاوت هایی. البته بین امریکایی ها و اروپایی ها هم امروز در پهلوی از این که مشترکات دارن، اختلافات و حتی تفاوت های نظر و دیدگاه هم وجود داره. یکی از اونایی است که امریکا قضیه افغانستان امروز در یک بعد و چوکات خاص میبینه، بحث یک جنگی را که ناتمام از او خارج شد و به نتیجه نرسید. از طرف دیگه در بازی های بزرگ، قدرت های بزرگ و استراتژیک قضیه افغانستان از دیدگاه خود میدانه، در حالی که اروپایی ها موضوعاتشان و اولویت هایشان از لحاظ استراتژیک فرق میکنه. و سومین موضوع، موضوع البته مبارزه با تروریسم است که اروپا در چون در نزدیکی افغانستان و منطقه با حول افغانستان قرار داره، هم قضیه تروریسم از یک زاویه متفاوت میبینه و هم موضوع البته مهاجرت افغان ها و مهاجرت هایی را که از منطقه صورت میگیره به طرف اروپا و سرازیر شدن صدها هزار انسان به طرف غرب، اینا همش معلوم دار دور از سواحل امریکا صورت میگیره که اولویت های اردو را متفاوت میسازه و معلوم دار اینا هر کدامشان یک اندازه احساس مسئولیت هم میکنن در برابر افغانستان و بعد از ماموریت 20 ساله ناکام خود در افغانستان که البته بعضی دستاوردهای هم داشت، ولی در نهایتش متاسفانه که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ دولت سازی ناکام شد. آقای صمد، در یک تصویر کلی تر افغانستان چطور دیده میشه با توجه به همین تلاش هایی که شد از سوی حکومت کنونی و در اون طرف، خب با توجه به این که شما گفتین اولویت ها هم تا جای فرق میکنه اتحادیه اروپا و آمریکا و بیشتر گفتین مصروف چانه‌زنی های سیاسی شدن، و افغانستان در چه موقعیتی قرار داده؟ آیا میدانیم که به کدام طرف میره، در کجا استاده است و چقدر زمان میبره تا چالش هایش حل شود؟ سوال خوبی است، سوال مشکلی هم است،
که جواب داد، چون افغانستان یکی دیدگاهی هست که امروز داریم، از چیزی که امروز میگذره و جریاناتی را که تاثیر گذار است بالای جامعه افغانستان، مردم افغانستان و موقعیت و موقف افغانستان در منطقه و در بالای میز شطرنج جهانی. دوم قضیه افغانستان است در خلال 40-50 سال گذشته، بعد از مخصوصا بعد از کودتای کمونیستی و جریانات مختلفی را که متقبل شده و گذشتانده و جزء تاریخ شده و حوادث گذشته که ما را به این حال رسانده به حالت امروز. لحاظا من فکر می‌کنم یک سوال بسیار بزرگ به پیش نخبگان افغان و مردم افغانستان در مجموع باید امی باشه که ما چه نوع افغانستان می‌خواهیم، چه نوع افغانستان امکان پذیر است، چه نوع افغانستان برای به نفع مردم افغانستان تمامش، چه نوع کشور، چه نوع نظام. و این سوال است که طالبان هم باید از خود بپرسند و از مردم بپرسند. و ما در گذشته هم گفتیم که باید یک تعاملی که بسیار حرف زده میشه از تعامل بیرونی و خارجی با جامعه بین‌المللی، ولی یک تعامل دیگه در داخل افغانستان باید پس دوباره برای بیافته بین طالبان و اقشار مختلف، گروه های مختلف وطن مشترک ما و شما، از هم از لحاظ قومی هم از لحاظ سیاسی و اجتماعی و شمول جامعه مدنی که بسیار صدمه دیده. لحاظا من فکر میکنم که این صحبت بین الافغانی و دیالوگ بین الافغانی که در خارج از افغانستان جریان داشت در دوحه، پس دوباره باید اثر گرفته شد و در اینجا مسئولیت طالبان بیشتر از هم است. من فکر امیدوار هستم که دستندرکاران نظام جدید طالبان این موضوع رو درک کنند، فکر نکنند که همه کارها از طریق یک مجرا، از طریق یک طرز تفکر و طرز العمل صورت گرفته میتونه، چون جامعه افغانستان، تاریخ افغانستان نشان داده که ما هم کثرت‌گرا هستیم، هم یک جامعه هستیم که در او همه اقشار باید یک نقش سازنده داشته باشند. بس آقای صمد، از دید شما همین گفتگوهایی که در دوحه شد و حالا شاید در آینده هم شوه، یک نقطه عطف در آینده است، برای آینده است دوحه؟ خب دوحه امکان داره شکل جدیدی بگیره، قسمی که فرمودین دوحه گذشته ناکام ماند و کسانی که در اون نقش داشتن نباید، من فکر میکنم، در قدم های آینده اجالتا پس دوباره نقش داشته باشن، چون اگر اونها در کار خود ناکام ماندن، مثلا از کسایی هست که مثلا نمایندگی از آقای غنی میکردن و در اونجا آجندای آقای غنی رو پیش میبردن، یا نمایندگی از یک جناحی میکردن که اونها ناکام ماندن و یا پروسه رو تخریب کردن، اینا باید فعلا باید از صحنه خارج شون. نه اینکه حق ندارن، ولی فعلا من فکر میکنم که باید برن و جوابگو باشن به مردم افغانستان که چرا تو شد و از گذشته بیاموزن. بله. و نادم هم باشن، ندامت باید نشان بدن و ما بسیار کم میبینیم که از کسانی که ندامت نشان بدن از اشتباهات گذشته خود، و تا زمانی که کار نکنیم ما نمیتونیم به مشکلات خود رای حل پیدا کنیم، سراغ کنیم. به هر حال فعلا آینده دوحه و آیا آینده دیالوگ بین الافغانی، امیدوار هستم که در داخل افغانستان بتونه بالاخره شکل بگیره. میشه که از خارج کمک صورت بگیره، میشه که یک محور در خارج، هسته در خارج گذاشته شود، ولی بالاخره دیالوگ بین الافغانی باید یک دیالوگ وطنی باشه، یک دیالوگ ملی باشه و یک دیالوگ باشه که در او همه در آینه از او خود ببینند و نظرشان شنیده شود و طالبان چون امروز حاکمیت به دست دارن باید زمینه را فراهم بسازند و در این دیالوگ باید گروه های مختلف باشند، اونایی که امروز از به اصطلاح مقاومت یاد میکنن، اونایی که فکر میکنن که صلاح پس دوباره باید به دست بگیرن و یا از توسط امکانات مختلف دیگه مدنی میخواین مبارزه کنن، اینا هم باید صدایشان شنیده شود و در همچو یک چوکات ملی و وطنی باید جای داشته باشه. آقای صمد، یک موضوع بسیار ناروشن مانده، همه از حکومت همه شمول سخن میزنه، هم در منطقه، هم در سطح بین الملل کشورهای قدرتمند و هم در داخل تمام طرف ها که حالا کارشناس ها که شما باشین در مورد حکومت همشمول بیشتر گفتین. خب چگونه همین موضوع را میبینین؟ آیا گفتگاه هایی که پیش از این در دوحه جریان داشت و خب
داشتیم، احزاب سیاسی را داشتیم، آیا اینها هستند یا اینکه نه چهره های تازه میان؟ چگونه است؟ آیا کسایی که حزب داشتن اینا نه به تاریخ پیوستن؟ بله، میام سوال خوب است. ما طرفدار ازی هستم که اول ببینیم که در گذشته چی سپری شد و چرا در دوحه ناکام ماندیم و کیا نقش مثبت سازنده بازی کردن، کیا نقش تخریبی و منفی بازی کردن، قسمی که قبلا گفتم. بعدا من فکر میکنم که پروسه باید شکل وطنی بگیره. ما باید اهداف خود باید بدانیم که چی است از لحاظ یک ملت و ملت سازی و دولت سازی، چی کارهایی را باید انجام بدیم، از کجا شروع کنیم. یکی است که ما از همشمول دفعتن تقاضا کنیم که امروز یک نظام همشمول ایجاد و تشکیل شود و تعریف درست هم از اون نداشته باشه، معیارهاش هم دقیقا معلوم نباشه، چون هر کاری که میکنیم باید بر اساس یک سلسله معیارها باشه و باید بدانیم که اساسات و امو تعداد از چی باید باشه که باز امو امارت ساخته شده به اصطلاح. یا رای دیگه ای هست که یک پروسه برای بیفته، یک پروسه بین الافغانی برای بیفته که منجر به تشکیل یک نظام همشمول و یا نظام مردم سالار شود. مقصد بالاخره امی است که چطور مردم سالاری شکل افغانی به خود گرفته میتونه و همچنان میتونه که صبغه های شکل اسلامی هم در او نهفته باشه تا همه اقشار جامعه افغانستان در او سهم داشته باشند. نظر طالبان مهم است، نظر گروه های دیگه اسلامگرا هم مهم است در افغانستان، نظر گروه های ملیگرا مهم است، نظر گروه هایی که اپوزیسیون های مختلف تشکیل داده بودند مهم است، جامعه مدنی مهم است، جوانای افغانستان، طبقه نسوان افغانستان و زنای افغانستان باید آوازشان شنیده شود. لحاظا من فکر می کنم که برای از این کار یک تعداد نخبگان افغان باید از طریق یک مکانیزم خاص، یک سلسله هم رایزنی بکنن، هم مشوره بکنن و هم یک سلسله پیشنهادات برای مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان و کتله های مختلف ارائه بکنن و بعدا قدم های عملی گذاشته شود. این موضوعی نیست که دفعتن عملی شده بکنن. در عین زمان طالبان باید کاری نکنن که چنان وانمود کنن که اونا هم مثلا یک نوع دیکتاتوری جدید ایجاد کردن و یا ای که میخواین که تحمیل کنن نظر خود و نظام خود بالای تمام مردم افغانستان. در اینجا باید بالای مردم سالاری بیشتر تاکید صورت بگیره. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه. خوش آمدید. تشکر از شما. ادامه محور. فرمانده قلوردی الفتح میگوید شماری از هواپیماهای نظامی که پس از سقوط حکومت پیشین و بیرون از کشور انتقال داده شده بودند برگشتانده شدند، اما در این باره آمار دقیق به دست نمی‌دهد. از سوی هم فرمانده نیروهای هوایی بلخ میگوید که یک گروه فنی این نیروها توانستند که یک هواپیمای جنگی را ترمیم و فعال بسازند. پس از سقوط حکومت پیشین، شماره از خلبانان ارتش حکومت پیشین با چندین فروند هواپیمای نظامی به بیرون از کشور رفتند. اما اکنون فرمانده قلوردوی الفتح از برگشتاندن چند فروند هواپیمای نظامی به کشور خبر می‌دهد، هرچند از آمار دقیق آن چیزی نمی‌گوید. ده تیاره هایی که خارج از ملک رفته بودنم تفتلاش‌ها صورت داره و از برکت تفتلاش ها یکی دویشان با دستم آمده، پس در افغانستان و در وطن عزیز ما و شما انتقال یافته. در این میان مسئولان امارت اسلامی از خلبانان نظامی که به بیرون از کشور رفتند میخواهند که برگردند و در هماهنگی با دیگر نیروهای هوایی نظامی کار کنند. ډیر مهم پیام او پټوله کې د ولس لپاره مهم موارد ذکر شوی او همدغه سي مجاهدینو ته مهم سپارښتنه شوی او ولس ته ډاډ ورکول شوی دی چې د دې ټول ستونزې او مشکلات به حلېږي. افزون بر این، فرمانده لوای هوایی نظامی بلخ از نیرومند شدن نیروهای هوایی نظامی در این بخش از کشور سخن میگوید. وی میافزاید که گروه فنی و انجینری این نیروها نیز به تازگی یک هواپیمای نظامی را ترمیم و فعال ساختند. طیاره خراب و باید دوبی تړل سی وای د دوی په وخت کې اول ته ترمیم شوی وای بیرته راوړل شوی وای، نو هغه بیخي ډیر مصارف و هغه مصارف نه الله تعالی مونږ بچ کړو او دلته مونږ وکولای شو چې دغه پیلوټانو انجینرانو په زحمتو باندې
او په اخلاص باندې هغه تیاره جوړ سو. چند روز پیش نیز این نیروها با انجام یک رزمایش در میدان هوایی نظامی بلخ توانایی هایشان را بر رخ کشیدند. پیشتر نیز سرپرست وزارت دفاع در یک نشست با افسران نیروهای هوایی در کابل گفته است که متعهد به احیای قوای هوایی نظامی بدون وابستگی به دیگر کشورها است. وزارت مالیه میگوید که بر بنیاد یک کارشیوه تازه تنها کارمندان بلند رتبه کاهش یافته است. به گفته این وزارت بلندترین تنخواه در حکومت کنونی 228,750 افغانی از رهبر امارت اسلامی است و پایین‌ترین تنخواه 5,000 افغانی از مأموران بست هشتم است. بر بنیاد این طرح تنخواه کارمندان پایین‌تر از بست سوم تغییر نکرده است. وزارت مالیه از کاهش تنخواه برخی از کارمندان بلند رتبه در حکومت خبر می دهد. سکیل معاشات از اداره پیشتر که مانده بود استوار به بی‌انصافی و بی‌عدالتی بود. اداره مختلف معاش مختلف می گرفت. حتی بستایشان یک اندازه می بود، یک رقم می بود، ولی یک نفر یک و نیم لک معاش می گرفت، دیگه 15,000 می گرفت. به خاطر این ضرورت بود که در معاشات اصلاحات بیه. بر بنیاد آمارهای این وزارت تنخواه رهبر امارت اسلامی 228,750 افغانی، از رئیس الوزراء 198,250 افغانی، از وزیران 137,250 افغانی، از والیان 91,500 افغانی، از بست اول 25,200 افغانی تا 30,500 افغانی و از بست دوم 16,600 افغانی تا 20,600 افغانی می باشد. کسانی که در عرصه تعلیمی به عنوان کادر کار میکنند برای اونها امتیاز داده میشن. از سوی هم برخی آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که باید تنخواه کارمندان بر بنیاد ظرفیت ها داده شود. بین کار مغلق و بین کار ساده فرق خالشان. در غیر صورت کار مغلق با معاش کم باعث فرارشان میشه و در حقیقت میره به او جایی که او را میگیرند، مثلا کشورهای خارجی اینا را میگیرند. با گفته مسئولان وزارت مالیه تنخواه کارمندان پایین تر از بست سوم تغییر نکرده است. بر اساس کارشیوه تازه، حکومت امارت اسلامی اجرای تنخواه NTA و امتیازی را مانند حکومت پیشین ادامه داده است. در همین رابطه بیشتر بحث میکنیم با آقای سید مسعود، استاد دانشگاه با ما وصل هستند. آقای مسعود سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. شما چطور میبینین به اقدام تازه وزارت مالیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صلوات بر محمد و آل محمد. خدمت شما عرض شود که عمدتاً خوب یک گام خوب است و در نظام گذشته هم سر تساوی معاشات حرفای بود، در پارلمان هم حرفای بود. در همون جمع بحث ما بود که پایین آمدن این معاشات به کدام اساس و کدام معیار صورت میگیره؟ آیا به اساس معیار که قیمت ها است، یا به اساس سطح رفاهیت است، یا به اساس ضرورت که از او تغییرات صورت میگیره؟ از این لحاظ من فکر میکنم در اون وقت ما مخالف از این بودیم که تمام معاشات نباید مساوی باشه و در حقیقت باید ما روی کارهای مغلق و کارهای ساده در حقیقت باید تفکیک قائل شیم. برای کار در کل دنیا همینطور است که کار مغلق عمدتا دارای معاشات بلند و دارای کارمزدهای بلند هستند، در حالی که کارهای ساده در حقیقت او که در حقیقت زیاد فنی و مهارت ندارند در حقیقت نوع کاهش معاش دارند حتما. ولی اگر در صورت احتیاج رفع بکنند و در صورت رفع احتیاج باشه، باز اون مقدار فامیل به نظر گرفته میشه. این از نی معیارات است که در حقیقت معاشات تعیین میشه. ولی من میگم که عمدتا باید ما معیار رو بسنجیم که کدام معیار با کدام معیار، مثلا امیرالمومنین با کدام معیار 220,000 افغانی معاش میگیرن، در حالی که یک مثلا یک استاد پوهنتون که پوهانده است 40,000 معاش میگیره. این خب باید دیده شوه و در حقیقت معیارات سنجیده شوه و در حقیقت عادلانه بودن از به خصوص از لحاظ اسلامی بسیار مطرح است که این باید حتما چنین چیز شوه. شما. آقای مسعود، حالا شما در مورد گفتین معیار صحبت کردین، حتی گفتین که سطح رفاه، ضرورت و قیمت مطرح کردین، مقدار فامیل مطرح کردین. برای افغانستان چطور میبینین همین موضوع را؟ چی باید شود؟ چگونه باید دیده شود؟
خوب ما میگم عمدتاً خود در افغانستان اول ما میگم که برای کوتاه مدت، متوسط مدت و دراز مدت ما بحث میکنیم. ما هم پیشنهاد میکنم برای دولت طلبا و در حقیقت مشوره میکنم برای طلبا که تا 3-4 ماه در حقیقت بیرون رفت از مشکل مطرح بکنیم و در حقیقت تادیه معاش آغاز بکنیم. یعنی مانا داره که اگر ما بدون کدام معیار و در حقیقت همون معاشات قبلی هم معیار قرار بدیم و بپردازیم، حتی 50% هم اگر اینا میپرداختن، در حقیقت ما به یک نوع فاجعه نمیرفتیم. از این لحاظ من فکر میکنم که تا 3 ماه اولا ما میتونیم کار خود انجام بدیم و حرکت انجام بدیم. بعد از 3 ماه که در حقیقت سال نو میام، سال نو از دولت تقویمی، نه سال نو مالی، بعد از سال نو مالی خو نه یک ماه باز شروع میشه و نظر و پیشنهاد و پیش بینی هایی که وجود داره، ما در یک سال خطرناک قرار میگیریم که در حقیقت مجموع جی دی پی ما 1.887 میلیارد افغانی میشه که دلار میشه که این مساوی میشه با یک ماه جی دی پی 2019 که در حقیقت ما یک سال سخت و دشوار در حقیقت پیشوی خود داشتیم، در صورتی که جان کمک نکنه و حسابات بسته باشه و در حقیقت حسابات بسته باشه، نه 9.5 برای ما کمک نمیکنه، او در حقیقت یک نوع حرکت های پولی انجام میده، ولی اگه حسابات باز نشه تجارت خارجی به زمین میشینه و او هست که ما خراب میریم. از این لحاظ من فکر میکنم که ما باید روی تادیه معاشات بحث کنیم، ولی روی یک استندرده که جدید باشه روی ازی باید چنین سوالایی که من خدمت شما طرح کردم این سوالا باید حل شود، برای ازی که باز نمیشه که در هر ماه در هر سال ما استاندارد جدید را به وجود بریم. باید در حقیقت دلایلش برای مردم افغانستان ارائه بکنم که با کدام اساس مثلا 180 هزار مثلا شیخ رئیس الوزرا میگیرن، 160 هزار معاونیش میگیره، سال 120 هزار دیگه شام کسی دیگه بگیره و در پالوشی پوهان و دکتور که در دانشگاه ها پوانتون ها از چیگونه 40,000 میگیرن و چیگونه معاش پایین تر رتبه علمی در 20,800 است. چرا 20,800؟ من میگم میره 30,000 جور کنه یا 15,000، به کدام دلیل میگن نه همین 20,000 درست است یا 40,000 درست است یا 20,000 درست است؟ از این لحاظ تا که میار سنجش نشه و در این شرایط هم بسیار جالب است که قیمت هم در حد بالا میره و شما در حقیقت معاشات را به حد نگاه میکنین که بعد مثلا 5,000 آیا میشه که 5,000 یک تکافوی یک مامور کنه که این مامور در خانه 6 نفر فامیل دارن، کرا میتن، اینا مسئله صحتشان است، مسئله تعلیم تربیت است، مسئله کالایشان است، چگونه میشه اینا؟ قربان شما. پس چطور باید میشد چون در اون طرف خب فشارهای جهانی بر حکومت کنونی است و در این طرف هم در داخل شما هم گفتین قیمت ها بالا رفته و در اون طرف خب به یک کسی 5,000 داده میشه که پایین ترین رتبه در واقع پایین ترین تنخواه 5,000 است، زندگیش چطور میگذره؟ آیا مهم است؟ نیست؟ چگونه است؟ ما فکر میکنم عمدتاً نوی اگر بخوایم که عدالت اسلامی و عدالت اماراتی رو که امارات اسلامی میخواید تطبیق کنه و تطبیق کنیم، در حقیقت با این میارات که من دیدم نه تطبیق میشه، حتی زد در حقیقت میشه و اعلان کردن از این هم زد در حقیقت حرکت زد است، به خاطر که شما میفهمین که ما عمدتاً اگر بخوایم که عدالت اجتماعی رو به کار ببریم، اگر بخوایم که فقر در حقیقت مبارزه کنیم در مقابل شما، در حقیقت نوی حرکات فقر زدایی رو به کار ببریم، ایره باید چپی از این ما کار میکردیم، در حالی که ما نوی فقرزا میشیم. یعنی معنا داره که اول که ما معاش نداریم، بعد باز یک فشار روانی دیگه که معاشات ما کم میکنیم و فشار روانی دیگه که در حقیقت نوع خروج کالا از افغانستان به بهانه صادرات که ما 900 میلیون دلار صادر کردیم، در حالی که در حقیقت کالاها را از درون افغانستان بیرون میکنن و صادرش میکنن برای اینکه در قیمت در قیمت ارزان میخرن و قیمت هم میفروشن در پاکستان و ایران و اینجا. خود از این در حقیقت نوع حرکت های اقتصادی است که در حقیقت خلاف روان سیاست حرکت میکنه و اونمو حرف مشهور است که یک دفاع بد صد چندان خطرناکتر از صد تا تخریب است. من به طالبا پیشنهاد میکنم که یک بار دیگر متوجه چنین کار خود شوند و کسی که برشون مشوره میده دلایل اساسی را بگیرن و مشوره را زود نپذیرن که این مشوره ها نه تنها خودشان بسیار تحت فشار قرار میده، بلکه مردم افغانستان که در پرتگاه قرار داره زیادتر فرود میبره به پرتگاه نیستی متاسفانه، که باید روش آدم بگویه که
چنین امر در شرف وقوع است و خداوند ما را کمک کنه که چنین امر به وقوع نپیمانده. قربان شما. شما میدانین خب در یه آخر در مورد معاشات بسیار شکایت ها بوده و پشت سر هم ما پوشش دادیم و در کنارش در اون طرف در مورد همین وضعیت اقتصادی هم ما بارها با شما هم صحبت کردیم، در مورد سیستم بانکی صحبت کردیم و در اون طرف فشارهای جهانی. در دراز مدت فکر میکنید تو حکومت توان پرداخت معاشات باشه اگر سیاست های فشار ادامه پیدا بکنه؟ خب ما میگیم که عمدتاً مسئله بله معاشات، مسئله اقتصاد، مسئله روان اجتماع همشان در دامن سیاست خوابیده، در دامن تعاملات سیاسی خوابیده و ما این معنا که عمدتا ما عامل خارجی فعلا بر عامل داخلی تا اندازه چربی میکنه، یعنی معنا داره که ما به دامن خارجی تا اندازه عامل خارجی حرکت میده. حسابات 9.5 شما در حقیقت بسته است و این حسابات دیگه کمک هایی که صندوق امانات و کمک ها که فعلا اورد 80 میلیون دلار ما را میتن و خود در حقیقت همو صندوق است که 1.5 میلیارد در اونجا وجود داره و سازمان های بین المللی و کشورهای جهانی میخواستن به خاطر بازسازی برای ما کمک کنن، از اونجا 280 میتن اینا، در صورتی که اگر اونا هم بتن و در صورتی که 450 میلیون دلار که در حقیقت بانک جهانی میتن او هم داده شود و در صورتی که 1 میلیارد و 250 میلیون دلار که اتحادیه اروپا میخواست که به خاطر امداد بشری و حرکات بشرخوانه افغانستان بته خیلی چیز واضح است که ما میتونیم که یک نوع حرکات را انجام بدیم، این خونه برای انکشاف و توسعه و بر بازسازی نیست، به خاطر نجات مردم افغانستان که 31.8 میلیون نفر تحت فقر رفته، 24 میلیون نفر اینا در حقیقت فقر شدید دارن و 14 میلیون نفر میره که در قطعی در حقیقت قاطع برسه که در حقیقت نوع مرگ 14 میلیون حساب میکنه. از این لحاظ ای راست است که میگن بعد از 1945 و در حقیقت مارکت واچ میگه که بعد از 1945 در هیچ کشور دنیا تال چنین وضع دقت باره که باید ما در انتظارش باشیم تال نامده، حتی بعد از جنگ دوم جهانی کشورهایی که در داخل جنگ بودن چنین چیز نبود، حبشه چنین کار نگست، فلسطین چنین چیز نشد. از این لحاظ ما این دستویی وابسته به این است که جهان چگونه کار میکنه و ما چگونه خوب مدیریت میکنیم و تعامل سیاسی میکنیم. بسیار خوب، پیشنهاد شما به عنوان پرسش اخیر چی است که در وضعیت در کوتاه مدت حداقل تغییر بکنه تا اینکه در اون طرف هم فشارهای سیاسی کم شود و تلاش ها نتیجه بده؟ من فکر میکنم که ما در درون یک لجاجت سیاسی دست پا میزنیم، هم لجاجت از جانب جهان است که باید چنین چیزی را بکنین چنین چیزی نکنین، در غیر صورت ما کمک نمیکنیم و هم در حد لجاجت سیاسی از جانب دولت افغانستان است که اول ما را به رسمیت بشناسین باز ما چنین کار انجام میدیم و حالا میگن ما بسیاری کارا را انجام دادیم. این نوع لجاجت سیاسی است، قمار زدن است برای 31.8 میلیون نفری که بیچاره هستند و در منتظر یک لقمه نان هستند. ما میگم که بیاین تعاملات سیاسی را به کار ببرین، چیزی را بتن چیزی را بگیرین، مذاکره خو اینی معنا داره که شما چیزی را باید بتن و چیزی را بگیرین، همش خط ساخت نمیشه از یک طرف. از این لحاظ ما میگم که باید ما تعاملات سیاسی بکنیم، باید ما دیکده جانی شامل شویم، باید ما بریم در ملل متحد بریم، باید ما عضو سازمان های بین المللی شویم تا بتونیم در حد و حسابات خود باز بکنیم. ما باز یک شما یک دقیقه اجازه میخوام برای مردم بگم متوجه باشه که 9.5 میلیارد دلار مشکل نیست، تنها بسته شدن حسابات تجارتی مشکل است، حسابات ما را باید باز کنن، اگه حسابات باز نشه تجارت خارجی شما بسته میباشه و در حقیقت اقتصاد شما پخش. قربان شما. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای استاد سید مسعود استاد دانشگاه. رسیدیم به پایان محور، تا سلام دیگر، خدا نگهدار.